دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت بدون از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. درود بر هموطنانم در تمام جهان، به ویژه آزادی خواهان ایران در داخل کشور و همرزمان گرامی، بچه های نهاد مردمی. چندی مدتی که با بچه ها در پارتاک صحبت نکردم، مخصوصا مبارز نستو، سیخونک، ایمان مایبود، همه دوستان عزیزم. امیدوارم هم بگی با این روز خجسته خوشحال باشید که و مغرور باشید با قیام 22 خرداد در ایران که این گونه پیروزمندانه انجام شد، و به تمام ایرانیان در تمام جهان تبریک میگم و امیدوارم که ما همچنان
گسترده و همبسته. به طور کلی این نهضت رو تنها نذاریم و همچنان بهش انرژی بدیم با خرد و عشق و درایت یکایک خودمون. و امروز چند دقیقه افتخاری دارم که در من فرهمند کلایه در پنسیلوانیا در حضورتون باشم. مطمئنم که برنامه خیلی جالبی خواهد بود با ویدیوهای گوناگونی که بچه ها تهیه کردن. و در این چند لحظه میخواستم از این فرصت استفاده بکنم که یک نکته ای رو عرض بکنم، چون بزرگترین چالشی که ما امروز به نظر میرسه در نظر هست این پیدا کردن معنی درد مشترک مردمان آزادی خواه ایران هست، که چطور ما هنوز نتونستیم که این زنجیرهای گسسته رو به هم وصل بکنیم و و آزادی ملت ایران رو ارمغان بیاریم از زیر دست این ظالمان و زورگویان. و به نظر من واقعا درد مشترک ما نه فقر اقتصادی ماست، نه ظلمی که برای اونقدر ظلم شده و این همه زندان های سیاسی داریم و افرادی که به دار آویخته شدن، اینها البته درد مشترک ما هست، ولی درد مشترک ما این است که ما هنوز راه نهایی برای اتحاد کلی ایرانیان پیدا نکردیم. و به نظر من چندین دلیل خیلی مشخص داره که چطور ما نتونستیم که از این خودرها باشیم و از این مرکز دایره شخصی خودمون حرکت بکنیم و بتونیم که دستمون رو دراز بکنیم و هموطنان عزیز خودمون رو در یک دایره خیلی بزرگ و یک خیمه عظیم متحد باشیم و این مبارزه رو همچنان با قدرتی هرچه بیشتر ادامه بدیم. و این چالش برای من خیلی مهمه که یاد بگیریم این موضوع رو باز بکنیم که این درد مشترک ما چی هست. و به اعتقاد من این درد مشترک این است که ما هر کدام ما دستاویز باورها و عقاید، چه سیاسی، چه تعلقات قومی، چه هر چیزی که ما بهش آویزه کردیم شخصیت خودم رو و ازش هیچ انعطاف پذیری نیست. و این انعطاف پذیری خیلی مهمه که ما بتونیم از مرکز خودمون جدا بشیم برای اینکه یک مرکز کلی و بزرگتر به وجود بیاریم و بر یک دیگر برتری نجوییم، عقیده همدیگر رو احترام قائل بشیم، چون هیچ عقیدهی نمیتونه 100% عقیده کاملی باشه. عقیده کامل وقتی به وجود میاد که به صورت طبیعی تمام ما دست به دست هم بدیم و بتونیم این دایره بزرگ ایجاد بکنیم با وجود عشق و خرد جمعی. و هیچ این خیلی مسئله مهمی است که حتی به یکدیگر اعتماد بکنیم، نه تنها به یکدیگر، با نیروی پتانسیال خودمون اعتماد بکنیم که ما به یک رهبر، به یک سیستم، به یک آلترناتیو احتیاج نیست. ما خودمون رهبر هستیم هر کدوم، ولی تنها زمانی این اتحاد کلی و نهایی به وجود میاد که از مرکز خودمون جدا بشیم و این انعطاف رو داشته باشیم و درایت فکری داشته باشیم که بفهمیم که قیام ملت ایران تنها زمانی موفق خواهد شد که نیروهای خارج کشور و داخل کشور این اتحاد رو به وجود بیارن و ببینن. و ما امیدوارم که زمانی هرچه زودتر ما این لحظه رو ببینیم. در هفته پیش من نکته رو پیشنهاد کردم در زمینه خیلی چیز متفاوتی است و اون انجام یک مسابقه تورنمنت فوتبال بود که میخوام عرض بکنم که این انجام میشده، در حال انجام شدن هست. ما زمینش رو گرفتیم و کارهای خیلی اساسیش رو انجام دادیم و دوست داریم که برای بزرگداشت نام ناصر حجازی، این اسطوره ملی ایران، یک جامی رو برای ایشون مسابقات فوتبال انجام بدیم در پنسیلوانیا، که تمام اطلاعاتشون رو در این اطلاعات رو در نهاد مردمی خواهیم گذاشت با اجازه هیئت امنای نهاد مردمی و گروه اجرایی. و
در این لحظه ما همه ما یکایک ما باید آنچه که در توانمون هست انجام بدیم که این مبارزه و این قیام ملت ایران به هدر نره و این حرکت مومنتوم خودش رو و این انرژی خوش از دست نده و به هیچ کس اجازه ندیم با این خیمه شب بازی هایی که هست در چه در بین احمدی نژاد یا خامنه ای یا هر کدوم از اینها هیچ لحظه اجازه ندیم که تمرکز مبارزان و آزادی خواهان ایرانی رو از بین ببرن. ما همونجوری باید معتقد به این باشیم که این دیدگاه های سیاسی متفاوت هیچ کدوم به تنهایی موفق نخواهند شد. بنابراین من از همه ایرانیان دعوت میکنم که از خودمحوری جدا بشن و بتونیم که این اتحاد جهانی ایرانی رو به وجود بیاریم و یک مخصوصا ایرانیان خارج از کشور باید همیشه و خیلی ممتد به این کار رو انجام بدن، این کار مهم رو. و به اعتقاد من ما چاره‌ای به جز این نداریم. ما زمانی میتوانیم، این تنها لحظه‌ای در تاریخ ایران هست که واقعا ما میتوانیم یک دولت و یک جامعه والا و تمدنی بزرگ رو بنیانش رو بگذاریم. شما فرض کنید که در 30 سال پیش بدون وجود این دستگاه اینترنت و ارتباطات کلی در تمام جهان چه واقعی رخ داد در ایران، ما با وجود این اینترنت میتونیم تمام افکار مثبت ایرانیان رو در تمام دنیا به یک جا بیاریم و از این یک نقطه مثبتی رو شروع بکنیم برای حرکت و قیام ملت ایران. من از تمام ایرانیان میخوام که از خرد به خرد جمعی بپیوندن و این عقاید سیاسی رو نذارن که بشه مثل عینک دودی که دیدگاهشون رو تیره بکنه و نتونیم ببینیم که آزادی ما زمانی به وجود میاد و ما میتوانیم جامعهمون رو به اون مرحله آزادی زیبا برسونیم که به طور کلی این اتحاد کلی به وجود بیاد، چه هر کدام ما به عنوان شخص یا مذهب یا گروه به این نکته که به این بلوغ سیاسی که برسیم، تکامل مدنی انقلاب و قیام ملت ایران که 100 سال پیش شروع شده ممکنه به یکی نتیجه خیلی مثبت برسه. و در این لحظه از دوستان عزیزم در استودیو خواهش میکنم اگر ویدیویی که در مد نظرشون بود به اجرا بذارن و خواهش میکنم که این رو متوجه نیستم که منصور جان شما ویدیویی دارید و من از این لحظه و از همه به هموطنان رو به خدا ارداد ملت ایران به نتیجه نهاییش برسه. درود به شما ایرانیان.